بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت اما بعد درود سلام خدمت هموطنان عزیز ملت مسلمان مجاهد و مقاومتگران کشور امیدوارم صحت و سلامت و در پناه رب العزت باشید دوستان عزیز هموطنان گرامی بخصوص مجاهدین مقاومتگران و رهروان قهرمان ملی کشور امروز شما شاهد نخستین محفل از تجلیل کنگره جمعیت اسلامی کشور بودین که به رهبری استر جنرال عطا محمد نور و سایر مجاهدین قانونی صاحب و همه بزرگان و مجاهدین واقعی جمعیت اسلامی برگزار شده بود و در آغاز محفل هموطنان ما دوستان ما بخصوص شهروندان کابل شاهد این بودن که چند فرد ولگرد و حواش و دزد و رهزن مزدور آیسای پاکستان و دستور سرگروپ بنام امان الله گذر و یک سرگروپ دیگر بنام جان احمد حقجو که هر دو از سرگروپان و مزدوران آیسای پاکستان و دشمنان مردم وطن و دو دزد و ولگرد و لچک و سرگروپ افراد اختطافی هستند و محفل پرشکوه مجاهدین و مقاومتگران حمله آور شدند، گستاخی کردند، بیادبی کردند و این گستاخا و بیادبا در طول تاریخی که در چند سال گذشته دوران مقاومت و شکست یا سقوط حکومت رسمی استاد برهان الدین ربانی شهید اینها در برابر مردم ما، در برابر مجاهدین و در برابر مقاومتگران گستاخی و بیادبی و نوجوانی کردن. حال ما مطالب را براتون تذکر میتون. در نخست پیروزی رهبر معظم جمعیت اسلامی کشور استر جنرال عطا محمد نور مجاهد کبیر را به تمام مجاهدین و مقاومتگران کشور تبریک میگیم. زنده باد مجاهدین و رهروان واقعی قهرمان ملی کشور، زنده باد سرسپردگان راه آزادی و عدالت و آزادی خواهان کشور، نابود با دشمنان وطن، دشمنان مجاهدین و دشمنان اسلام. با امید صلح و پیروزی امت مسلمان و پیروزی حق بر علیه باطل. دوستان عزیز، شخصیت همان الله گذر برای شما، این سرگروپ صمد سنگی را برای شما با معرفی میگیریم. در نخست همان الله گذر یک سرگروپی از شعله‌ای ها در دوران حکومت دکتر نجیب با سرکردگی صمد سنگی در ساحات سرای خوجا و میرباشکوت و کودمن زمین اینها فعالیت میکردن. از امو دوران ای آدم یک گستاخ و بیاده بود، در برابر امو سرگروپ خدا هم نافرمانی میکرد و بالاخره در ترور از او هم دست داشت. والا گذر در تمام قاچاق مواد مخدر و فعلا در قاچاق شراب که بچهش کمیساری حیرتان از دزداره، در تمام اختطاف ها سرقت های مسلحانه در شهر کابل دزداره، این را همگی میدان. بزرگترین خیانت و جنایت و بی‌عزتی امان‌الله گذر که بعضی بچه های نوجوان شده پنشیر و جوانایی که لشمک و پشمک با آمیانه برتان بگوین هستن از حقایق معلومات ندارن، عالمه برتون بزرگترین بی‌عزتی و بی‌ناموسی از این را میگم که در حق مردم ما چه کرده. وقتی که حکومت رسمی استاد برهان الدین ربانی یک عقب نشینی تکتیکی کردن، امان الله گذر با افرادش سر سرک گرفتن، راه را گرفتن، به عزت و ناموس پنشیری دست اندازی کردن. یک چند جوان پنشیری به عزت و به آبرو که می از این دفاع میکنه، حقایق درک نمیکنه، مثل خود این امان الله بی‌ناموس است. شما حقیقت درک نمیکنین، نه تازه جوان شدین، در کجا میفهمین که مردم سیر افلک نمک خورد، در برابر دشمن مردم و وطن استادگی کرد و طالب داعش فاشیسم اینی رقم بی عزتی و بی ناموسی نکرده بود که امان الله گذر در حق مردم مجاهد پروان و پنشیر دست اندازی کرد. بروین از عمر صاحب بسم الله خان پرسان کنید، بروین از قماندان صاحب گلیدر خان پرسان کنید، بروید از امرالله خان، ما هم امرالله خان پرسان کنید، از کلانای پنشیر پرسان کنید که امان الله چی بیزدی و بینامزی در حق پنشیری کرده. شما خود یک جمع جوانکایی که میتوان استادگی رو در برابر ما نداری که تو چشمتان هم میکشیم. با
باز ما این مزخرفات میگین، توهین میکنین. حرف شما پیش ما جف زدن سگ بش نیست. ما مجاهد هستیم، مقاومتگر هستیم، پیرو قهرمان ملی کشور هستیم. پنجشیرم خانی شخصی هر جت و جوله و شغال نیست که در برابر ما. این تو مرد کسی نیست که در برابر ما ایستاد شود. این خانی شخصی کسی نیست. ما حق داریم فعالیت سیاسی کنیم. ما حق داریم که در کنار مجاهدین باشیم، نه در کنار خائن وطن فروشا، نه در کنار کسانی که ناموس فروش و بی‌عزت هستند، همگام با دشمن ما هستند. صلاح الدین کی است؟ در جهاد بود؟ در مقاومت بود؟ در کدام جبهه حق بر علیه باطل استادی کردند؟ استادتا هم در جهاد بر حق بر علیه باطل در دوران روز جهاد کردند، هم در مقاومت در کنار قهرمان ملی کشور استاد شدند. ده ها زخم نبرد بر تن دارد. یک جمع بی عزت و بی آبرو، بخصوص از جمع وطنداران و یک چند جوانه که بی عزت به خاطر که استادتا پنشیری نیست یا همه چیز به خود میخوان میان توهین میکنن. تنها همین جرمش است. ولی تو چی کردی؟ تمام خیلی چیز هم کردن میتونی. بعضی کسان بودن در کرسی زدش بلاغت همی غنی. ما خود تابار خیانت به مردم وطن خود نکردیم. با سر خود بازی میکنیم، سینه سپر کردیم در برابر دشمن. آیا ما خیانتی بر مردم وطن خود کردیم؟ همگام دشمن شدیم؟ از دشمن پول گرفتیم، امکانات گرفتیم؟ کدام هموطن ما را کشتیم، قتل کردیم، دوزی کردیم، اختطاف کردیم که تو دو دشنام و ناسزا میگی؟ هر کدام تغییر کنم باز میفهمی که ما چی میکنم. به هر صورت ما مجبور هستیم که حقایق به مردم خود، به کسانی که پیرو حق هستن اظهار کنیم. امان الله از جمع از امو کسانی بود که به عزت و ناموس وطندار ما دست اندازی کردن. برین از کسانی که در دوران مقاومت بودن پرسان کنیم. ولی قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود، سردار پر افتخار اسلام، از این جنایت و نامردی و خیانت از این چشم پوشی کرد. بر صورت که وطن در یک وضعیت حالت حساس قرار داشت، ده ها بار امان الله و امثاله هم جبر را میفروختند، با دشمن همکاری میکردند، توهین میکردند، بیادبی میکردند در برابر، گستاخی و سرکشی میکردند در برابر قهرمان ملی. دیگر جنایت امان الله گزارشی است. یک کسی از قمندان های نامدار کودامن و کلکان زمین ما، قمندان صاحب امان الله قوچی بودند. بسیار یک مرد شجاع بود، یک قمندان و یک فرمانده بود که اصلا امان الله و کسا در توان استادگی را در برابرش نداد. ناجوان مردانه او را به شهادت رساند. بریم پرسان کنیم. ما در کدامن زمین دوستایی داریم. سو مردم های شخصیت های نگنام و مجاهدینی داریم. از ملا صاحب تاج محمد مجاهد، مجاهد واقعی. از قماندان صاحب انور اوریاخیل فرمانده در مقاومت در کنار عامر صاحب بود. از خاک وطن دفاع کرد. بسیار مردمان قهرمانی هستند. بسیار مجاهدین بلند قوم. ما افتخار میکنیم. و مردم کدامن ما، مردم کدامن ما، مردم پروان زمین ما، شما مردم با عزت و تاغوچکن از چاپلوسی و تملق ما یاد نداریم. دشمن ما و شما دشمن مشترک است که فاشیسم و ستمگر تو روز جنایتکار است. این حال امیال امان الله و جان احمد امثالیان با سرنوشت شما مردم آزاده کشور بازی میکنند. با دشمن همگام شده. صلاح الدین توان دفاع از کنترل از خانواده خود ندارد. بیشتر برای شما در برنامه های قبلی خود تذکر دادیم. هتل اعضای خانوادهش به نام هتل کشمش در هتل در دبی است. برین شما تحقیق کنین که چی رزالت پسی و فجایع و فساد اخلاقی است که یه انجام میدن. آیا شایسته رهبری مجاهدین و مقاومتگران افراد بی‌عزت و بی‌آبرو است؟ و میخاطر مردم جهاد مقاومت کرد که یک چند فرد بی‌عزت و بی‌آبرو کاخ نشین باز از خارج چوچه انگلیس بیاد بدر رهبری مجاهدین مقاومت کنه؟ چوچه انگلیس با این میگن که خدا نخواسته توهین به استاد ربانی شهید رهبر معظم جهاد مقاومت نشه. این جاسوس انگلیس است. هویت انگلیس داره. اینمی صلاح الدین. ما قبلا بهادر عکس برهنه اعضای فامیلش این چیز کردیم. مجاهدین مقاومتگران کسانی که به خاطر عزت و دفاع از ناموس این سرزمین و تمام ترزی خون ریختندن. این توهین است برشان که یک آدم بی عزت و بی آبرو مثل صلاح الدین که اصلا توان دفاع از خود نداره به دوای رهبری کنه. و چند دلقک مزدور و فرمایش حلقات مغرس باز برن به علیه مجاهدین و مقاومتگران و رهروان قهرمان ملی کشور تفنگ کشی کنن، شلیک کنن، گستاخی کنن، بیادبی کنن. حال تو امان الله گذر و تو جان احمد اگر همت داری که دشمن مردم وطن چهار طرفت گرفته، شما مردم قهرمان کدامن صادقانه پیش وجدان خود فکر کنین که امیال در کدامن چی حال است. شما را به خدا قسم جانتان در تهدید نیست؟ شما شب هم گفت در شکردره و گلدره و سر خوجه و چهار طرف برامده میتونیم؟ هر شب تحرکات نیست؟ در سایه قره‌باغ در اینجا نیست؟ اینمی مردم مزدور آیسای پاکستان شدیم. با آیسای پاکستان اینمی امان الله و اینمی جان احمد ما اسناد موثق داریم.
چهار چهار تازانی بیزتا برده مصروف عیاشی خودش. با خدا که در قصر شما مردم به بایزت کدامان شوا. حقیقتا بپذیرین. یمانالا یک دوز دو رهزن لوچک است. شما یک مردم مجاهد قهرمان هستین. هر دوز و لوچک و مزدور اجازه ندین. امانالا در طرور سبتسنگی دست داره. در طرور قمانان امالای قوچی دست داره. در طرور صدها قمانان فرمانده در کدامان دست داره. آخرین جنایتش برادرزاده مناسب تاج محمد مجاهده همون جوان چیزا با دستور از اینمی با خواهش از اینمی آمدن انگلیس ها با شهادت رساندنش. شما شاهد بوده یا خائن هستن، مزدور هستن، غلام هستن، بردستن، مافیا هستن، قاچاقبر شراب و بیادر تمام فسق و فجایع و جنایت اینمی هستن. یه حقیقت این کار ناپذیر است. اگه افراد از او پیروهای از او هر حرف میزنم از او گله نداریم، اونم تو لچک هستن، کلانشون اونم تو لچک هست. با احترام با مردم کدامان، منظور ما از امی امون الله و امی چهار تا لچک هایی که در چهار گردش هست، ما با مردم کدامان، با مردم پروان، کاپیسا، همه امت مسلمان احترام داریم با همگی. ولی دوست لچک، اوباش، قاچاقبر، مافیا، قاتل هموطن مسلمان ما اجازه نداره دعوای مجاهدت کنه. کدام مجاهد هستی تو؟ یک لچک دوست هستی تو؟ چهار تا زن بردی مصروف عیاشی داشتی، جان احمدت اینمی تو. آن تو جان احمد یادت رفته که از دست قمندان صاحب آقاشیلو این سالانگی مرخ وارد در غار این چیز میکدی؟ تو صدایت در برابر از او کشیده میتونیسی؟ امروز آمدی به شرمانه به حیا آدم مفسد عالمه از او فسادای اخلاقی ازبکستانت خبر ندارم؟ که تو در ازبکستان در هتل که باز کردی چی فساد اخلاقی انجام میدی؟ اوجا در رزالت و پستی پول جمع میکنی این جمعه باز با سر یار و همسنگر قهرمان ملی کشور و سادات محمد نور و یارانش و جمعیتی ها مجاهدین تو تفنگکشی میکنی؟ آدم لچک اون تو مشت کومنده و دهنت خوردی باز سه تای درام شد چهار تای بیشتر از او زخمی شد. تو فکر میکنی که می تو هستی آتم بکشار؟ با خدا قسم که استاد اگر دستور بده به سرکوب شما، شما ببینید که چقدر مجاهدین از چهار طرف با نعره تکبیر الله اکبر تو اردویت محو نیست نابود میکنن. حال تو اردو خیرتت بر ما معلوم است. این پروان است میشه قمانداز صاحب خود جنبی تو صدای تکشیده نمیتونی تا مولانا صاحب صدای تکشیده نمیتونی. او دو تا مجاهده ده ها قماندان است. تو چی هستی؟ یک دوست آدم هستی جان احمد، یک قاچاقبر شراب. ده ها موردت که ما در ریاست جنایی بودیم و ما اطلاعات میرسیم. ده ها بار کانتینرهای شراب استاد کردن از امان الله و از جان احمد است. ده ها بار مواد مخدر را گرفتار کردن از شما دوتا بودن. در تمام قتل و دزدی و اختطاف شما دست دارید. باز بی‌شرمانه میایین شما در برابر استاد که یک مجاهد است. ما تملق و چاپلوسی و جیره‌خور کسی نیستیم. ولی این مسئولیت ایمانی و وجدانی ماست که ما از مجاهدین و مقاومتگرانی که تا دین روز در کنار قهرمان ملی کشور ایستاده بودند، از خاک وطن و مردم خود دفاع کردند، امروز مسئولیت ماست که ما از او دفاع کنیم. از هر جنایی که اونها مورد تهاجم و مورد توهین و انتقاد بیجا قرار بگیره ما در برابرشان استادگی میکنیم، از استاد دفاع میکنیم. استاد مجاهد است. استاد با شرفتر از شما انسانهای بی عزتی است که ناموس تا به کلگی معلوم است خانواده های شما چی رقم است. به کلگی معلوم است. ولی استاد دیده خانوادهش با عزتترین خانواده در سر رهبران جهاد مقاومت است. کسی تا بار کوچکترین بی عزتیش ندیده. این که همتیم با غنی شده تا دین را شما همتیم غنی نبودین. تا دین را صلاح الدین مامور به صلاحیت آقای غنی نبود؟ در وزارت خارجه بودی چی کردی تو؟ از وزارت خارجه کشیده در چیز بلاغت زد صدای تا کشیده نتونستی. استادتا را خواه از ولایت که اگر فرمان برکناری داد والی بلخ آقای امان که والی غنی بجایش بشینه داوود امان بجای خود فرمانده رهگذر را بیادر که یار همسنگرش بود انتخابش کرد. اونی را میگن استادکی، اونی را میگن شجاعت. کدام دیگر داشت؟ یک جمع دلقه که بیزت و بیابرو باز میاند که استازت ها لاف میزنه تو میزنه لاف که تو میزنه که دبر زندت خوزی در زیر سندلی در زیر لاف که تو توان عزت و دفاع از عزت ناموس تا نداری. استازت ها خونمو یار همسنگر قهرمان مجاهد واقعی است که در برابر غنی هم استاد میزنه شیر واره خور میزنه. تو توان داری؟ کدامت پس از قهرمان ملی کشور پس از در گذشت مارشال محمد قاسم فهیم کدامت در برابر غنی استاد شدی؟ همین استازت ها بود. ما خود چاپلوسی رو یاد نداریم. حق میگیم هر کس غیرتی باشه، هر کس مجاهد واقعی باشه، یار همسنگر عامر صاحب باشه، عزت خود حفظ کرده باشه، در کنار از واسه باز مجاهدین واقعی دفاع میکنیم. نه از چهار تا صلاح الدین کی؟ صلاح الدین چه کاره؟ با احترام به جناب
رهبر معظم جهان محمد استاد برهان الدین ربانی شهید. دیگه نمیشه که یک مال میراثی شخصی کسی باشه که پدر رفت باز میراثش با پسر بانه. در جمعیت اسلامی از شرق تا غرب شمال تا جنوب مردم اینجا جهاد کرده مبارزه کرده. شما از نقیف بیزار به قنداره که مال بچهش هست. شما از جهاد مقاومت از او خبر دارید؟ شما از حضرت علی خبر دارید؟ از سالی محمد مجاهد خبر دارید؟ از فرماندهان جهاد مقاومت از کنر خبر دارید؟ فکر میکنه که تمام این چهار تا پنجشیری جهاد کرد و چهار تا بدخشی؟ با احترام با مجاهدین پنجشیر و با احترام به مجاهدین بدخشان. مردم بدخشان همه که مردم کشور ما هیچ کسی بیادر خدا نخواست توهین نیست. کلش با عزت است. چند روز پیش ما یک موقف داشتیم در برابر جنرال دوستم قوم ترکمن ما خفه شده که گویا که ما را توهین کرده. هرگز مخاطب ما شما نیستیم، قوم با عزتی هستیم. ما افتخار میکنیم بدون تملق چاپلوسی سر اقوام کشور، سر تاجر پشتون ازبک ازارای ما بلوچ تمام اقوام کشور نور چشم است. او که مسلمان است اقدیش و قرآن حدیث برابر است برادر ما نور چشم است. یک چند خائنی که بیادن میخیزن تا دین روز خوب حال ما بس نمیبریم بودن بس سر گستاخا و بیادبا و دزدا و رهزنا و اختطافچی های امروز است که در برابر مجاهدین اینها شلیک کردن بازی نگه مشت کوبنده به دهنتان خورد. شما ببینین ما دوستان عزیز هموطنهای گرامی که چهره منفور از اینها رو براتون به معرفی گرفتیم. اینها کسی نیستن، اینها اینمی امان الله در صدها جنایت دست داره. ولی امروز که دشمن مردم وطن در کدامن رسیده به خاطر معامله از اینمی ها با پاکستان معامله کردیم. بکس های دلار گرفتیم، خاموش هستن در برابر دشمن مردم وطن. امروز شما ببینید مردم کدامن، ما دوستا داریم در صف پلیس و اردو و امنیت از دوستای ما هستن از کدامن. تمامش از کدامن فرار کردین، نمیال خانواده خود کشیدین رفتین. دشمن مردم وطن زیر عناوین مختلف اینها را تهدید میکنن. این شر نیست برای تو امان الله. تو چی بد میکنی خیلی که بازکلان کدامن خود میگیری بجای اینکه برید در برابر دشمن مردم وطن جنگ کنی. وی سر یار همسنگرت، سر یک مجاهد، سر یار همسنگر قهرمان ملی کشور زورگویی میکنی، در دان خانه زورگویی میکنی. بی غیرت تو خود. ما برای ما معلوم است، تاریخ ما شما معلوم است. نه کارا بسیار پستی از این کارا بسیار رزالت است. و کسایی که نمیفهمند چهره از این منفورا و از این رزیلا و مزدورای بیغیرت را نمیشناسند بشناسند. شایسته و میراثدار جمعیت اسلامی مجاهدین است که سینه زبر کردند. حال صلاح الدین چه کاره است؟ کدام جبهه را فتح کرده؟ در کدام جبهه بوده؟ در جهاد بوده؟ در مقاومت؟ حال کسی میراثدار جمعیت است که جنگ کرده، هم در روز جنگ کرده، در برابر روز جنگ کرده، هم در برابر پاکستان و پنجابی ها جنگ کرده. یک آدم از انگلستان بخیزه بیایه و دستوری چیز میلیون ها دلار این حیفه بل کرده. امیال بیادر ایدمی و یک جمعه تک مفتاد دیگه که ما به تمام معنا چهرش همش ناسیم به خاطر جایدادهای کرای جمعیت اسلامی که هم جایدادهایشان شما خبر دارین در 34 ولایت جمعیت اسلامی جایداد دارن کرای از این را میگرن. تنها در کابل چندین جایدادش با ایساف و با سفارت های خارجی کرای است. در خارج در کشورهای خارجی جایداد دارن. اینمی که اومک های دونرهای خارجی و اینمی امکانات و امتیازات را میگیرن جمعیت بسیار بیادر ضعیف ساختین. جمعیتی که باید پر اقتدار باشه، تصمیم گرنده در کشور ما جمعیت اسلامی باشه. اینی چهار انسان مفسد بی عزت مزدور جاسوس انگلیس آمده جمعیت در گره و خانواده خود قرار داره. شما مردم مجاهد بدخشان وجود در بدخشان یک فرماندهان جهاد مقاومت بود، احمدی سال بدخشان بود، دیگه مجاهدین بود. شما چرا در دنبال یک فرد مفسد هستید؟ یک فرد بی عزت هستید به خاطر قومیت. شرم از به خدا، شرم از شما. از حق دفاع کنید، نه از برای باطل. همین استادت ها مجاهد هست نیست، یار همسنگر قهرمان ملی هست یا نیست؟ در برابر روز جنگ کرده نکرده؟ در برابر طالب جنگ کرده نکرده؟ و از موقف خود، از مردم خود، از حق مردم خود دفاع کرده نکرده؟ ولایت خود ساخ نساخ؟ دیگران چی کردن؟ همین صلاح الدین چی خدمت کردن؟ شما بگوید نمیه به پیش و وجدان خود. اگر وجدان داره اگر نه که مردم به وجدان هست که حقوق مربوط به خودتان میشه. همین صلاح الدین چی خدمت کرده؟ 9 سال شد که جمعیت در گره و خود گرفته. خدمت چی هست؟ ارزش های اسلامی رفت، ارزش های جهاد مقاومت رفت. هویت آخرین یک ارزش بود رفت. فاشیز و ستنگه پایمالش کرد. 4 طرف کلش دشمن مردم وطن گرفته. این خراس سیلبین است. من همگام با غنی نمیشم. بد میکنی که نمیشی. برو حق تا این حکومت که شخصی پدر غنی نیست. این حکومت که مجاهدین مقاومتگرا جور کرده. حق مردم تا به زور بگی از حکومتش بکش. استادتا که میره وزیر انتخاب میکنه، والی انتخاب میکنه، سفیر انتخاب میکنه، دیگه میکنه. حق مردم خود میگیره. تو بی عزت و بی آبرو تو خود توان دفاع زیر نداری. دکتر صاحب عبدالله برات گفت که در دوران انتخابات این مردم خود یک جمعی از بلحواس چیز
آگاهی ندارن عاشق ناحق عاشق چشم یک آدم شدن، یک آدم بی‌عزت. ما خبر داریم در دوران انتخاباتی که دینی جنجالا شد، دکتر شاه عبدالله برش گفت که بگی اینی یکی از مجاهدین بسیار نگنام جمعیت اسلامی از بلخشان بود، گفت امیر برو والی تعیین کن در بلخشان، خدا اعلان کن بیادر والی ده. توان از امیر نداشت، با خدا نداره. یک چند تا جوان ده و با احترام به او دوستایی که ما میشناسیم شان جوانا را در دفتر سجا جمع کرده و اونمو هسته که یک چند را به پول برشان میته و یا وسرایی میکنن تعریف ناحق. ولی شما کی؟ جمعیت از این چهار تا لچک و بیادر از این چهار تا بچه اکا جوانک های لشمک و پشمک شده احمد یه توش مجاهدین داره در سر و سر کشمر در کنر و نورستان برو که مجاهدین پر افتخار جمعیت داره، در هلمند و قندار مجاهدین پر افتخار داره که بنام جمعیت خود آماده شد که هزاران داره قربانی بتن. و جمعیت ما تنها از قومه بدخشان پنجشیر موقع نمیشه، تنها خویی ها خو نبودن. یا این پیشتر که استاد شاداب در این چیز گفت این جمعیت خود تنها حاصل خون قهرمان ملی کشور سر داره پر افتخار اسلام خود تنها حاصل خون از این استاد خود نیست، استاد شهید یه خود دیگر همه مردم حق دارن. یه خود غیر عادلان است که تو باز بیایی که همه چیز با خود بگیری در گره هم بگیری چیزی هم نتانی در توانت هم چیزی نیست وطن دار تو نداری ایمان عقیده جور نیست عزت و نفس تو بیادر تو نداری نفس داراستان نیست نمیتانی این جنگ مجاهدین میکنه مقاومتگران میکنه کسی که در برابر تروریسم جنایتکار در برابر پنجاب پاکستان در برابر آیسای در برابر چوچهای انگلیس استادگی کنه جنگ خود مقاومتگرا میکنه مجاهدین واقعی میکنه که سینه سپر کردن یک جمعی که نه و تازه جوان شده خود چی میفهمه که جنایت چیزا چی میفهمه که مردم سر هفت سر نمک خورد چی جنایت و خیانت که بود که مردم در قبال شده برابرشان انجام شد یک جمعی نه و برامده و فیسبوک بعدش اون رسیده فکر میکنه عاشق چشم صلاح الدین امثال هم چهار تا مفسد به عزت و بیابرو شده اینها توان شایستگی رهبر جمعیت اسلامی را ندارن شایستگی جمعیت اسلامی را مثل استاد عطا محمد نور مجاهدین بلند قامت دارم امیر صاحب اسماعیل خان است قانونی صاحب امثال هم مجاهدین هستند سینه سپر کردن زحمت کشیدن اقتدار قهرمان ملی بودن از خاک وطن تمامیت ارزی ناموس ملی دفاع کردن شما یک جمعی برآمدی چکچکی او اگر صبح دایش هم بیاید بیرق بالا میرید طالب هم بیاید پنجاب هم بیاید انگلیس هم بیاید امریکا شما بیاید چکچک میکنه یک خنیا بود یک با احترام با کسانی که با عزت هست و با آبروست هم مجاهدین واقعی هستن یک جمعی بی عزتی را ما گیر آمده که هستن حق درک نمی کنند در کنار باطل هستن شرم از برتون شما توانایی هیچ چیز هم نداریم هیچ توانایی چیز هم توانایی روبروی این را نداریم اون خود دیدن دیگه امروز دیدن که چند تا اوباش دوست و لوچک و کیسابر عمله کردن به دستور امان الله و جان احمد در دان دانشان سه تاش مردان چهار تاش زخمی شد در طول تاریخ باز ما شما معلوم دارستیم شرم از برتان ما میگیم متحد باشه مردم ما میگیم یک بارچه باشه ما میگیم انسجام داشته باشن یک رهبری درست داشته باشه و این رهبری تنها مجاهدین میتواند که رهبری کند یک محورت ایجاد کند نه چوچه انگلیس چوچه انگلیس صلاح الدین است اون پیروایش است اینمی هم اندلا و دوست است جان احمد مفسد قاچاقبر یست که هتل داره ازبکستان چه رقم فساد اخلاقی میکنه و ما خو معلوم است نه عزت آبروی مردم قهرمان طاغوتشکن پروانه نبره جان احمد تو نمایندگی هیچ از مردم رهبر مردم مجاهد پروان کرده نمیتونی اونجا خیلی مجاهدین هست خیلی مردم با عزت و با شهامتی هست که سینه سپر کردن از خاک وطن دفاع کردن تو در جا بودی اونجا خوجنوی هست اونجا صدها تا دیگه بودن مولانا صاحب بود اونجا بسیار مجاهدین و فرماندهان و قماندان های هست که تو هیچ اصلا نداری چی شد برابر هم نمیشه مقایسه نمیشه با رزوها یک آدم بی‌شرم یک آدم بی‌عزت یک آدم مفسد یک آدم مافیایی قاتل جنایتکار عید برابر مجاهدین تو خمکشی میکنی شرم از برتان ما یک بار دیگر پیروزی استر جنرال عطا محمد نور رهبر معظم جمعیت اسلامی کشور و تمام مجاهدین و مقاومتگران تبریک میگیم تا آخری قطره خون خود از مجاهدین واقعی و مقاومتگران دفاع و حمایت میکنیم و در کنارشان هستیم و در برابر دشمنان وطن و مردم ما میجنگیم انشاءالله آماده دفاع و مقاومت مشروع از حقوق مسلم مردم خود هستیم هیچ کسی توانایی سادگی در برابر مجاهدین واقعی سرزمین نداره و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته